هرات غرب افغانستان یک از مناطق فوتبال خیز کشور است. نماینده زون غرب طوفان هرات در اولین دور لیگ برتر افغانستان روشن به مقام قهرمانی رسید. آنها حالا با ستاره‌هایی که در اختیار می‌گیرند مدعی قهرمانی لیگ برتر هستند. سلام، ما ایمل شیرزاد هستم. خوش آمدید به برنامه میدان سبز در شهر هرات. طوفان هریرود نماینده زون غرب فوتبال کشور که در چهارمین فصل لیگ برتر افغانستان روشن با چهره متفاوت و با نداشتن چند بازیکن مطرح همچون حمید کریمی پا به مسابقات گذاشت. طوفانی ها در بازی نخست مقابل دمیوند اتلان قرار گرفتند و با نتیجه 2-2 با این تیم به مساوی دست یافتند. در بازی دوم آبی های فوتبال افغانستان به مسافه شاهین آسمایی رفتند و در این بازی بدترین نتیجه تیمی در تاریخ لیگ برتر رقم خورد و با حساب 3-0 نماینده زون پایتخت شکست خورد. طوفان در آخرین بازی خود و در شرایطی که نیاز به پیروزی با تفاضل گل بالا داشت مقابل سیمرغ البرز قرار گرفت و اگرچه با حساب 3-2 مقابل نماینده زون شمال به پیروزی رسید و 4 امتیازی شد، اما با توجه به تفاضل کمتر نسبت به دمیوند اتلان در رده سوم جدول قرار گرفت و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز ماند و کار این تیم در چهارمین فصل دیگه برتر افغانستان روشن به پایان رسید. د طوفان هرود د لوبډل لپاره د لوبغاړو د ټاکنې لړۍ ده او د دې زون څخه شپږو غورو لوبډلو په دغه سیالیو کې ګډون کړی دی. سیمه ییزې سیالۍ به ترسره کیږي. د دوی ترمنځ به شپږویشت غوره لوبغاړي د طوفان هرود د لوبډلو لپاره انتخاب شي. ورځو د دغه لوبډلو سره نور هم آشنا کیږو. سرخپوشان، انصاری، صرافان، فراه، بادغیس، غور. آغاز رقابت ها، رقابت بین دو تیم انصاری و سرخپوشان هرات. ببینیم کدام تیم برنده این بازی می شود و کدام بازیکن می تواند به تیم طوفان هرات را پیدا کند. به نام خدا و عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و علاقمندان به فوتبال. رقابت های میدان سبز و لیگ برتر افغانستان روشن که وارد فصل پنجمش میشه و انتخاب چهره های برتر برای تیم طوفان هریرود زون جنوب غرب افغانستان، تیم های سرخپوشان هرات و تیم انصاری به مساف یکدیگر رفتند امروز. با لباس‌های آبی بازیکنان سرخپوشان هرات و با لباس‌های نارنجی بازیکنان انصاری ببینیم که کدام 26 بازیکن برتر برای طوفان هریرود و برای زون غرب افغانستان انتخاب میشه و در فصل پنجم رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن بر رقابت می‌پردازند. بازیکنان انصاری باز پشت مدافعان و توپ به دروازه‌بان میرسه، توپ میگیره و دوباره آغاز میکنه کار را با خط دفاعی خود، دروازه‌بان سرخپوشان هرات. پیشروی بازیکنان سرخپوشان. تیم طوفان هرات یک بار در کارنامه قهرمانی را
به نام خود ثبت کرده و یک قهرمانی داره و پس از شاهین آسمایی پرافتخارترین تیم رقابت‌های میدان سبز و لیگ برتر افغانستان روشن است در کنار اسپین غربازان. سرخپوشان هرات فرصت دارند برای گلزنی و ضربه سر توپ به شکل ناقص برگشت داده میشه. موقعیت هست تا دلش از دست میده بازیکنان انصاری و حالا بین نظر داور چی است؟ ادامه بازی و بازم موقعیت برای بازیکنان سرخپوشان هرات و توپ که حالا راهی اوت میشه. ایگان بیردوف بازیکنان انصاری در خط دفاعی توپ تحت پوشش قرار میده. بازیکنان سرخپوشان هرات توپ راهی اوت میسازه. موقعیت هست برای دروازه‌بان کار آغاز میکنه. سرخپوشان هرات معروف محمدی یار شماره 14 تیم سرخپوشان هرات موقعیت برای سرخپوشان و بازم دروازه‌بان انصاری توپ در اختیار میگیره. توپ پیش میندازه بازیکنان انصاری. میرک موقعیت جدی را ایجاد کنند بالای دروازه سرخپوشان هرات. در میان های میدان حالا بازیکنان انصاری. موقعیت هست برای بازیکنان انصاری. پیشروی خوب و این فرصت هم از دست میره. بازیکنان سرخپوشان هرات تو برگشت میتن. تو به حال هر دو تیم موفق به باز کردن دروازه نشدند و سف سف بازی جریان دارد. بازیکنان سرخپوشان هرات یکی از کلاب‌های نامدار هرات هست در شهر هرات. تیم سرخپوشان هرات موقعیت برای بازیکنان انصاری بود که دروازه باز میشه. و این گونه دروازه سرخپوشان هرات باز شد. نتیجه یک در برابر صفر میشه. اشتباه دروازه‌بان و بالاخره که دروازه سرخپوشان هرات باز میشه توسط بازیکنان انصاری. ویسل پایان و یک بر صفر به سود انصاری. ای بازی خاتمه میافه و شکست میده سرخپوشان هرات را. ما حاضر کفالت نمیتیم. با هم تیم دو بازی دارد برای امون. هم بازینگر شانس دارد برای درآمدن تیم هرات. موفقیت باشد. ادامه مسابقات منتخبی در زون غرب. مسابقه بین دو تیم، تیم صرافان هرات و تیم فرا. ببینیم کدام تیم برنده این مسابقه می شود و کدام بازیکن به تیم طوفان هرود را پیدا کند. سلام مجدد خدمت شما. بازم بازی دوم رقابت های میدان سبز لیگ برتر افغانستان روشن. زون غرب افغانستان انتخاب 26 بازیکن برتر برای تیم طوفان هریرود. تیم فراه و صرافان هرات به مسافه یک دیگر رفتن. بازیکنان صرافان هرات حالا بازیکنان فرا پیشروی بازیکنان فرا و توپ دوباره از دست میتن. بازیکنان صرافان هرات بازیکنان خوبی را در ترکیب خود داره. صرافان هرات همچنان کلن غرب افغانستان فوتبال خیز است در فوتبال و استعدادهای خوب و ناب فوتبالی در هرات است. بازیکنان صرافان هرات در لاک دفاعی فرو رفتن. موقعیت برای بازیکنان فراه و در خط دفاعی توپ میگیرند بازیکنان صرافان هرات. حالا پیشروی و در ضد حمله ببینیم چی کار میکنن بازیکنان صرافان هرات و توپ از دست میتن.
راهی اوت میشه تو به سود سیاه پوشان صرافان هرات. پرتاب به سود بازیکنان فرا. حالا موقعیت برای بازیکنان صرافان هرات و بازم توپ را هی اوت میشه. یک بار دیگر ایگن بیردوف در کنار آقای صبور ولی‌زاده مسئولین گزینش این بازیکنان 26 بازیکن برتر برای تیم طوفان هریرود با شاهد تغییرات زیاد خواهیم بود در فصل پنجم رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن. خطا به سود صرافان هرات. خطا ارسال میکنم بالای دروازه هم موقعیت هست و برگشت میتن توپ بازیکنان فرا. دوباره توپ در اختیار سیاه پوشان صرافان هرات. برخوردم انجام میشه. ببینیم بازی را متوقف کرده به سود کدام تیم داور. به نظر به سود بازیکنان صرافان و بازم ارسال بالای دروازه و موقعیتی که به گل حالا تبدیل میشه. صرافان هرات 1 تیم فرا 0. چی ضربه سر از بازیکنان صرافان هرات و دروازه فرا را باز کرد. بازیکنان صرافان با نتیجه 1-0 ساخت. موقعیت دیگر و گل دیگر از بازیکنان صرافان هرات و 2-0 میشه نتیجه. ویسل پایان و صرافان هرات 2-0 شکست میده تیم فرا. بازی بین تیم صرافان هرات و ولایت فرا واقعا یک بازی جالب و دیدنی بود و خوشبختانه ما در دو بازی که امروز مشاهده کردیم چهره‌های نو و جوان هم میتونیم که برای تیم سال 1395 طوفان هریرود از چهره‌های نو و جوان استفاده بکنیم. محمد ظریف هستم، یک تن از بازیکنان ولایت فرا هستم، متولد سال 1371. شروع فوتبال ما از این مکتب بوده که مثلا ما داخل مکتب فوتبال کرده، بعد اومده مثلا به این کلاب های بی فوتبال کرده. تقریبا 10 سال فوتبال مینو، 4 سال حرفه ای که اینو وسط لیگ چیز لیگ برتر افغانستان و 8 سال نیم حرفه بوده. بازیکن مورد علاقه ما خو فیلیپ لامه، بازیکن آلمانی، خیلی هوشیاره، خیلی دوست داره و همچنان طرفدار تیم بایرن مونیخ. می خواهیم که امسال یکی از بازیکنای خوب لیگ برتر افغانستان شه. امسال خیلی مسابقات بالا رفته و بهترین تیم ها آماده، از فرا آماده، از غور آماده، سطح مزولات هرات است، سطح بازی خیلی بالا رفته، زیادتر بالا رفته. ما آمدیم که کوشش میکنیم که به تیم طوفان هریرود دعوت شویم. سلام مجدد خدمت شما. تیم های بادغیس و سرخپوشان هرات در سیومین دیدار به مسافه یکدیگر رفتن. با لباس های زرد بازیکنان بادغیس، با لباس های آبی بازیکنان سرخپوشان هرات. موقعیت برای سرخپوشان و دروازه بادغیس باز میشه روی این حرکت و دروازه بادغیس باز میکنن. 1-0 میشه نتیجه.
سرخپوشان هرات 1، بازیکنان بادغیس 0. یک بازی تا حال انجام دادن بازیکنان سرخپوشان و یک بازی واگذار کردن موقعیت برای گل دوم، و این هم گل دومه که به ثمر میرسد، 2-0 میشه به سود سرخپوشان هرات. تا اینجای کار بازی را از بازیکنان بادغیس برده تیم سرخپوشان هرات. موقعیت برای بازیکنان سرخپوشان هرات و گل سومه که به ثمر میرسد، 3-0 میشه نتیجه. موقعیت برای گل چهارم، فرصت برای گل چهارم و گلی که توسط ضربه آزاد به ثمر میرسد، 4-0 بادغیس تا اینجای کار در هم میکنه به تیم سرخپوشان هرات. فرصت برای گل پنجتایی میکنند بازیکنان بادغیس را، تیم بادغیس را، و 5-0 میشه نتیجه. نشان میتن که یک بازی را به انصاری باختند بازیکنان سرخپوشان هرات، اتفاقی بودن. توپگیری خوب بازم پیشروی از بازیکنان سرخپوشان هرات. فرصت هست برای گل ششم و گل ششمه که حالا به ثمر میرسه، 6-0. جشنواره گل برپا کردن بازیکنان سرخپوشان هرات. اشتباه دروازه‌بان که در یک مرحله توپ جمع کرد و ضربه برگشتی را دوباره به گل تبدیل کردن بازیکنان سرخپوشان هرات و 6-0 شد نتیجه. باز موقعیت هست برای گل هفتم، فرصت برای گل هفتم، گل هفتمه که حالا به ثمر میرسه. هر حمله کردن بازیکنان سرخپوشان هرات تبدیل به گل شده. خب این هم ویسل پایان و 7-0 شکست میده تیم بادغیس را سرخپوشان هرات. امروز گروهی ما آمده از شهر هرات برای انتخابات بازنگره بکترین به چمپیونات لیگ روشن بطر. سر ما همینجا تماشا کردیم، 4 تیم 2 بازی هرات انتخابات کردیم. به نام خدا، رحمت الله، خیرخواه هستم. علاقه خاصی به ورزش فوتبال دارم. تقریبا 10 سال میشه فوتبال میکنم. مدت 1 سال میشه که سخت تمرین میکنم. امیدوارم که عضو تیم طوفان هرات بشم و یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم باشم. در مسابقات انتخابی لیگ برتر همراهی تیم فوتبال انصاری شرکت کردیم به صورت کمکی. امیدوار هستم که عضو تیم طوفان هرات بشم و یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم باشم. و الگوی ما در ورزش فوتبال ریکاردو کاکای برزیلی است و می خواهیم در آینده مثل او باشیم.
په دې زون کې سیمه ییز سیالۍ لا هم روانې دي. اوس مهال دوه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د هرات صرافان او د غور دوه لوبډلې دي چې د یو بل سره سیالي ترسره کوي. حیاتان نو تر دا مهاله پورې غوره لوبغاړي طوفان هررود لپاره نه دي انتخاب کړي، خو لوبغاړي باید په سیالۍ کې د ځانه وړتیا وښایي. ورځو سیالۍ ته. به نام خدا و عرض سلام، دوباره خدمت شما. با لباس های سیاه بازیکنان صرافان هرات و با لباس های سرخ بازیکنان غور به مساف یکدیگر رفتن در چهارمین دیدار مرحله مقدماتی رقابت های میدان سبز و لیگ برتر افغانستان روشن برای فصل پنجم و انتخاب 26 بازیکن برتر برای تیم طوفان هرات و زون غرب افغانستان. بازیکنان صرافان تو به در اختیار دارند در خط دفاعی. بازکاری بازیکنان صرافان هرات. بازکاری خوب پیشروی از بازیکنان صرافان. برای یک لحظه توپ دور میکنند سرخپوشان تیم ولایت غور. بازم راه به جای نمیبرن بازیکنان غور، توپ از دست میتن. بازیکنان سیاه پوش صرافان هرات توپ در اختیار میگیره از سمت چپ میدان. حالا بایر ایگن بیردوف و توپ که در اختیار بازیکنان سیاه پوش صرافان هرات قرار داره، فرصت برای گلزنی. توپ از دست میتن، سرخپوشان غور توپ در اختیار میگیره. یک توپ سرگردان میان هر دو تیم و بازم این فرصت از دست میره برای تیم صرافان هرات. موقعیت هست حالا برای گلزنی، فرصت. غلامرضا یعقوبی بازیکن تیم طوفان هریرود در سالهای گذشته یکی از بازیکنان مهم برای تیم طوفان هریرود گلزنی میکنه. غلامرضا یعقوبی دروازه تیم ولایت غور باز میکنه. یک در برابر صفر میشه نتیجه. پاسکاری خوب بازیکنان صرافان و خطایی که اعلام میشه به سود صرافان. فرصت برای گل دوم. گل دوم بازیکنان صرافان و دو در مقابل صفر میشه نتیجه. شبیه گل اولش غلامرضا یعقوبی گل دوم به ثمر میرسند. پاس در عمق، موقعیت هست. مصطفی افشار، فرصت و گل سوم توسط مصطفی افشار به ثمر میرسند. مصطفی افشار که فصل قبل آقای گل شده بود در رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن و در ترکیب میوند اتلان بازی میکرد. امسال ببینیم برای تیم طوفان هرات انتخاب میشه یا خیر. مصطفی افشار بازم پیشروی از بازیکنان صرافان هرات. مصطفی افشار، غلامرضا یعقوبی فرصت داره. غلامرضا یعقوبی در این دیدار هتریک میکنه و 4 در برابر 0 میسازه نتیجه را. چی پاس داد مصطفی افشار برای غلامرضا یعقوبی با این گونه دروازه را باز کرد غلامرضا. و این هم ویسل پایان و پیروزی 4-0 صرافان هرات در برابر غور. عبدالله امانی هستم، عضو تیم منتخب ولایت غور. مدت 3 سال می شود که در این تیم فوتبال می کنم. ما به زون غرب و مسابقات میدان سبز به خاطر اشتراک کردیم که به تیم طوفان هرات را پیدا کنیم.
نجیب الله نوروزی هستم، مسئول برگزاری مسابقات فوتبال ولایت هرات. فوتبال را از دوره نونالی شروع کردیم، به دیار هجرت بودیم در کشور جمهوری اسلامی ایران، از سن 12 سالگی شروع کردیم. از سال 1371 مربی بازیکن بودیم تا سال 82 که مسابقات فوتبال بازی میکنیم. از سال 1382 رسما مربی شدیم که شروع به کار کردیم و گرفتیم لیسانس دیر از زیر نظر لالیسه. افتخاراتی هم که شما دیدیم همگی مال از سال 82 به این طرف شده. افتخارات سال 1382، قهرمانی، نایب قهرمانی، اخلاق و تمام این کپایی که شما دیدیم از سال 82 تا 92 در سال با تیم ابو مسلم بودیم. امروز فوتبال همونطور که گفتم اعلام شده، بازی ها فرق میکنه، باید بازی به بازی آدم ارنج خور تغییراتی بده، نمیتونه یک نواخت پیش بره. حال 26 بازیکن تیم طوفان هرود انتخاب نشده. رقابت های منتخبی ادامه دارد. مسابقه بین تیم انصاری و تیم بادغیس چند لحظه بعد آغاز می شود. ببینیم کدام تیم برنده می شود و کدام بازیکن به تیم طوفان هرود انتخاب می شود. بازم سلام خدمت شما. با لباس های زرد بازیکنان بادغیس، با لباس های نارنجی بازیکنان تیم انصاری به مساف یک دیگر رفتن در پنجمین دیدار مرحله مقدماتی رقابت های میدان سبز از زون غرب افغانستان. برای تیم طوفان هرود و گزینش چهره های برتر، 26 بازیکن برتر برای این تیم. بازیکنان بادغیس توپ در اختیار دارن همچنان از سمت راست میدان. یک بازی انجام داده تیم انصاری در برابر سرخپوشان هرات و یک برد دارن، 3 امتیاز. موقعیت حالا برای بازیکنان بادغیس و برگشت میتن بازیکنان نارنجی پوش انصاری. موقعیت برای بازیکنان انصاری، فرصت هست. توپ دوباره به میانه های میدان میارن بازیکنان بادغیس و همچنان نارنجی پوشان انصاری. پاس در عمق از سمت راست میدان پیشروی بازیکنان انصاری. تغییر جناح بازی به سمت چپ میدان، سر به سر از بازیکنان بادغیس. بازیکنان بادغیس در
سمت چپ میدان تو در اختیار دارن. اشتباه در خط دفاع، موقعیت میره که ایجاد شده برای بازیکنان انصاری. خطای پنالتی، فرصت برای بازیکنان انصاری و دروازه که باز میشه. 1-0 میشه نتیجه. تیم انصاری هرات 1 و تیم بادغیس 0. فرصت برای گل دوم و گل دومه که این گونه به ثمر میرسه. تیم انصاری 2 بادغیس 0. کارنر برای بازیکنان بادغیس. موقعیت هست که یکی از گلهای خورده را جبران کنند بازیکنان بادغیس و گل به ثمر میرسانند و 2-1 میشه نتیجه. خروج ناموفق دروازه‌بان انصاری و داور هم خطا نگرفت و گل اول بادغیسی ها به ثمر رسید. فرصت برای گل سوم. فرصت برای گل سوم بود که دروازه را باز کردند توسط گل به خودی بازیکنان بادغیس و این هم پنالتی دیگر که تبدیل به گل شد. بازم پنالتی دیگر برای بازیکنان انصاری. تا به حال 3 پنالتی گرفته شده برای بازیکنان انصاری و هر 3 پنالتی را به گل تبدیل کردن بازیکنان این تیم. موقعیت برای گل دیگر و این هم گل دیگر بازیکنان انصاری که به ثمر میرسه. و این هم ویسل پایان و پیروزی پرگل بازیکنان انصاری در برابر تیم بادغیس. 6-1 بادغیس را شکست میده انصاری. با نام خدا، رحمت الله، خیرخواه هستم، عضو تیم فوتبال انصاری. آمدیم در پروسه شرکت کردیم که عضو تیم طوفان هر رود. نوید رحیمی هستم و من در ابتدا در تیم های دست سوم ولایت فرا، یعنی تیم به نام امید اتفاق، و بعدم اومدم به لیگ برتر ولایت فرا در تیم اتفاق، یعنی در تیم خود اتفاق علی فوتبال کردم. هدف ما از آمدن به لیگ برتر این است که من بتونم از این طریق به وطن خود مؤثر خدمت شوم و به تیم ملی برم و افتخارات به وطن خود کسب. لیگ برتر روشن زیاد کمک میکند که ما بتونیم به اهداف خود برسیم و اون چیزی که ما میخواهیم به مو برسیم. ما بیشتر زیاد به ما کمک میکنه. د طوفان هر رود د لوبډل لپاره لاوس هم شپږویشت غوره لوبغاړي په ډاګه شوي نه دي. د غور او د فرا د لوبډل ترمنځ سري ترسره کیږي. دوی به د یو بل په وړاندې لوبه ترسره کوي. لوبغاړي به د ځان وړتیا ښیي او غوره لوبغاړي به د طوفان هر رود د لوبډل لپاره ټاکل کیږي. در آخرین دیدار مرحله مقدماتی رقابت های میدان سبز و لیگ برتر افغانستان روشن و گزینش چهره های برتر برای تیم طوفان هر رود، زون غرب افغانستان تیم های فراه و غور به مساف یک دیگر رفتند. بالباس های سرخ بازیکنان غور، بالباس های سفید بازیکنان فراه. پیشروی بازیکنان فراه. دوباره بازیکنان غور. یار شماره 7 غور پاس در عمق میفرسته سمت راست میدان. موقعیت برای گلزنی بازیکنان غور. تو برگشت داده میشه توسط بازیکنان فراه و شکل ناقص. حالا فرصت هست. از آفساید فرار کرده بازیکن غور و آفسایدش اعلام میشه. بازیکنان فراه در خط دفاعی.
دوباره بازیکنان غور موقعیت برای گل برتری و دروازه‌بان از دروازه خارج میشه و توپ در اختیار میگیره. موقعیت برای بازیکنان فراه بود که بی فرصت از دست دادن. دروازه‌بان غور توپ در اختیار گرفت. نکات لازم را که بایر گمبردوف یادداشت میکنه. بازیکنان فراه فرصت برای گلزنی، موقعیت دارن، ضربه چیپ این بازیکن و گل اول این دیدار به زیبایی هرچی تمام به ثمر میرسد. توسط یار شماره 7 تیم فراه. خروج دروازه‌بان ناموفق بود و این گونه دروازه تیم غور را باز کرد. بازیکن شماره 7 فراه. نتیجه 1-0 میشه. فراه 1-0. فرصت برای بازیکنان غور در خط دفاعی تو برگشت میتن به شکل ناقص. بازیکنان فراه دوباره هم یار شماره 12 اشتباهی همتیمی خود جبران میکنه. حالا تو در اختیار دروازه‌بان فراه. خطای هند بازیکنان فراه اعلام میشه و سود خورد. این هم ویسل پایان و 1-0 تیم فراه شکست میده تیم غور. در جریان مسابقات هر بازیکن از خود درخشش نشان دادند و هیئت بهترین بازیکن از تیم انصاری رحمت الله خیرخواه را به حیث بهترین بازیکن انتخاب کرده است. شان خواهش میکنیم که بیا جایزه خود بگیره. په دې زون کې د شپږو لوبډلو په ګډون سیمه ییزې سیالۍ پای ته ورسېدلې. هر لوبغاړی د ځان وړتیا وښودله، خو هیئتانو دا هڅه وکړه چې بهترین او غوره لوبغاړی طوفاني هر رود د لوبډلې لپاره انتخاب کړي. او وګورو چې شپږویشت کوم لوبغاړی د دې ټیمونو څخه د طوفاني هر رود لوبډلې لپاره انتخابیږي. اسم حمیدالله وکیلی، سن 21 ساله، ولایت فراه، پست بازی دروازه‌بان. اسم نوید نادم، سن 25 ساله، ولایت هرات، پست بازی دفاع. اسم ناصر حلیمی، سن 21 ساله، ولایت فراه، پست بازی دفاع. اسم فرزاد عطایی، سن 25 ساله، ولایت هرات، پست بازی دفاع. اسم علی احمد یارزاده، سن 28 ساله، ولایت هرات، پست بازی دفاع. اسم حمیدالله حبیبی، سن 26 ساله، ولایت هرات، پست بازی دفاع. اسم خالد بارکزی، سن 20 ساله، ولایت هرات، پست بازی مرکز. اسم وحید ندیم، سن 27 ساله،
ولایت هرات. پست بازی مرکز. اسم مصطفی افشار. سن 28 ساله. ولایت کابل. پست بازی مهاجم. اسم سلیم نعیمی. سن 24 ساله. ولایت هرات. پست بازی مرکز. اسم حمیدالله کریمی. سن 24 ساله. ولایت هرات. پست بازی مهاجم. اسم انور اکبری. سن 25 ساله. ولایت غزنی. پست بازی مرکز. اسم غلامرضا یعقوبی. سن 23 ساله. ولایت هرات. پست بازی مهاجم. اسم معروف محمدی. سن 22 ساله. ولایت هرات. پست بازی مرکز. اسم عبدالحق تیموری. سن 21 ساله. ولایت هرات. پست بازی مهاجم. اسم رحمت الله خیرخواه. سن 19 ساله. ولایت هرات. پست بازی مهاجم. اسم فردین حکیمی. سن 21 ساله. ولایت کابل. پست بازی مرکز. اسم رامز نورزایی. سن 22 ساله. ولایت هرات. پست بازی مرکز. اسم خلیل احمد احمدی. سن 21 ساله. ولایت هرات. پست بازی مهاجم. اسم وزیر احمد شریفی. سن 25 ساله. ولایت هرات. پست بازی دفاع. اسم گلالای رحیمی. سن 20 ساله. ولایت فراه. پست بازی دروازه‌بان. اسم صلاح الدین احراری. سن 22 ساله. ولایت هرات. پست بازی دروازه‌بان. اسم سعید نوری. سن 25 ساله. ولایت هرات. پست بازی دفاع. اسم منان فراهی. سن 24 ساله. ولایت فرا. پست بازی دفاع. اسم محمد رفی بارکزی. سن 25 ساله. ولایت هرات. پست بازی مرکز. اسم ظریف فراهی. سن 23 ساله. ولایت فراه. پست بازی مهاجم. سیمایز سیالی هم پدی زون که پای تاورست دلی لوبدلی دیو بل سرا و لوبدلی خلوبغاڑی ده هتان لور انتخاب شول. پا پایلا که شپگویش غورا لوبغاڑی توفان هر رود ده لوبدل لپار انتخاب شول. او دی سرا از بنگ خروانه هم پام دیزای پای ترسیگی. تاسو پلوی و بخون که خدای سپارم تربلی و نی خدای پامان.